کیف پایتخت فعلی اوکراین را زادگاه حکومت روسیه می‌دانند، جایی که حدود 12 قرن پیش نخستین حکومت روسیه در آن تأسیس شد. بیشک آن زمان کسی تصور نمی‌کرد که تاریخ چه سرنوشت متفاوتی را برای کشورها، حاکمان و ملت‌ها رقم می‌زند. دهه 1990 مهمترین دهه سیاسی برای این کشور بود. اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید و روسیه کنترل 14 جمهوری را از دست داد. از همه متفاوت‌تر وضعیت اوکراین بود که 4 ماه پیش از انحلال شوروی طی یک همه‌پرسی با 90% آراء مردمی اعلام استقلال کرد تا روسیه نه تنها پایتخت اسبق خود که یکی از جمهوری‌های چسبیده به اروپا را از دست بدهد. این تاریخچه کوتاه شاید بتواند کمی از اهمیت اوکراین برای روس‌ها را روشن کند. اهمیتی که حمله و تهدید و اشغال را توجیه نمی‌کند، اما برای من و شما، نه برای ولادیمیر پوتین. به گفته بسیاری از کارشناسان، به خصوص کارشناسان غربی، پوتین رئیس جمهور فعلی روسیه و عملاً رهبر بلا منازع این کشور طی 23 سال اخیر به دنبال بازگرداندن اقتدار و وسعت سرزمینی دوران شوروی است و برای این کار جمهوری‌های استقلال یافته را تضعیف می‌کند و البته از فکر الحاق دوباره بخش‌هایی از آنها به روسیه هم غافل نمی‌شود، مانند اتفاقی که سال 2014 برای کریمه افتاد و پوتین سند الحاق این منطقه به روسیه را امضا کرد. حالا مدتی است که بحران در مرزهای اوکراین به بالاترین حد تنش رسیده. تیری شلیک نشده و خونی هم از دماغ کسی نریخته. اما روسیه عملاً در زمین و دریا اوکراین را محاصره کرده. مقامات اوکراین میگویند روس‌ها عملاً دسترسی این کشور به دریای سیاه را مسدود کرده‌اند. طرف مقابل یعنی روسیه هم هر روز بر تعداد نیروها و ادوات خود اضافه می‌کند و میگوید می‌خواهد مانور دریایی برگزار کند. در این بین اروپا و آمریکا چه از طریق گفتگوی مستقیم و چه از طریق ارسال پیام یا حتی تهدید تلاش کرده اند روسیه را از حمله احتمالی به اوکراین منصرف و پوتین را از عواقب این حمله مطلع کنند. نمونه آخر گفتگوی حدوداً یک ساعته جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با پوتین است که به وقت ایران شب گذشته انجام شد، اما بدون نتیجه خاصی به پایان رسید. روس‌ها گفتند این گفتگوی تلفنی به طور کم سابقه‌ای در فضای عصبی انجام شده، اما در این حال دو طرف عملگرایانه صحبت کردند. دستیار رئیس جمهور روسیه میگوید ولادیمیر پوتین به جو بایدن گفته ادعی درباره حمله روسیه به اوکراین اطلاعات غلط داده‌اند و این ادعاها درست نیست. بایدن هم به همتای روس خود گفته اگرچه کشورهای ما رقیب یکدیگر هستند، اما هر دو باید تلاش کنیم که از وقوع بدترین سناریو در مورد اوکراین جلوگیری شود. کاخ سفید هم میگوید در این مکالمه بایدن به پوتین هشدار داده در صورت حمله به اوکراین با پاسخی سریع و قاطع روبرو خواهد شد و هزینه سنگین پرداخت خواهد کرد. اینها روایت‌های دو طرف از مهمترین گفتگوی روزهای اخیر در مورد بحران اوکراین است. روایت‌هایی که در یک نقطه مشترکند. گفتگوی اخیر نتیجه عملی نداشته، اما هر دو رئیس جمهور توافق کردند که به تماس‌های خود ادامه دهند. در چنین شرایطی بسیاری از دولت‌ها مثل بریتانیا، استرالیا، کانادا، هلند، آلمان، کره جنوبی و آمریکا از شهروندانشان خواستند فوراً خاک اوکراین را ترک کنند. ایران هم از اتباع خود در اوکراین خواسته برای شرایط اضطراری احتمالی آماده باشند. حالا همه شواهد نشان می‌دهد که تنها یک قدم تا وقوع یک بحران تمام عیار باقی مانده. اوکراین ارتشی بزرگ دارد و روسیه ارتشی بزرگتر. آیا در روزهای آینده سیاست می‌تواند از جنگ جلوگیری کند یا حمله به اوکراین خاطره تلخ حمله به لهستان در ابتدای سپتامبر 1939 را زنده خواهد کرد؟